بانکی و فینتک ها هست که با یه درصد تخفیفی براتون به صورت PDFی ارسال بکنید، که حالا امیدوارم که از این ظرفیت استفاده کردید. من میکروفون آقای جوادی پور رو باز میکنم. دوستان اگر بعد از آقای جوادی پور سوالی دارن در خصوص صحبتایی که تا الان شده مطرح کنن، بعدش من وارد موضوع کلاس شم. در خدمتتون هستم آقای جوادی پور. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم، خسته نباشید. من دو تا موضوع رو میخواستم شما یه مقدار شفافتر کنیم برامون. یکی اینکه این کیف پول سخت افزاری رو کجا میتونیم تهیه کنیم، حالا اگر بتونید رفرنسی بدید بهمون بد نیستش. این یه موضوع بود. موضوع دوم راجع به صرافی‌های خارجی که فرمودین مثل بایننس با بحث KYC که دارن، فکر میکنم ما دچار مشکل بشیم بخوایم اونجا معامله انجام بدیم. اگر صرافی دیگه ای رو که حالا شناخت دارید یا کار انجام میدید و بفرمایید که بتونیم از اون طریق، حالا حداقل اگه خریدی داریم، چون من مثلا نگاه میکردم همین صرافی نوبیتکس دلار تتر رو امروز داره مثلا 23800 23700 داره قیمت اعلام میکنه و این قیمت چیزی حدود 7-8% از بازار آزاد دلاری که شما میتونید برید فیات تهیه کنید بالاتره. خب طبیعی هم هستش، باید این اتفاق هم بیفته. و اینکه چطور ما میتونیم هم متناسب با نرخ دلار روزمون ارزهای دیجیتالمون تهیه کنیم، آیا راهی هست که بتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم؟ بسیار عالی. خب خواهش میکنم. عرض شود که سوال بسیار خوبی مطرح شد در خصوص اینکه اول از همه که اینها صرافی ها خب مشکلات KYC دارن، ما چجوری میتونیم این مسئله رو حل بکنیم؟ ببینید، صرافی بایننس تا دو تا BTC مشکلی نداره، ولی رو IP ایران مسئله داره. شما باید از قابلیت های مثل ویچوال سرور هایی که در خارج از ایران هستن استفاده کنید. اما در نظر داشته باشید که خب خیلی این خیلی چیز عجیبی نیست، خیلی از دوستانی که تو این زمینه دارن عددهای بزرگ هم کار میکنن، با VPS هایی که تو آلمان بود کانکت میشدن و متاسفانه بایننس متوجه شد و تعداد زیادی از حساب ها رو بلوک کرد و منوط کرد به اینکه اطلاعات مربوط به پاسپورتشون رو بفرستن و کلی ایرانی لای اینها بود که به هر حال قاعدتا دسترسی نخواهند داشت. تا اینکه ببینیم آقای بایدن فکری میکنه برای این مسئله. همین الان هم که ما داریم با هم صحبت میکنیم، مراسم تحلیف ایشون داره برگزار، یعنی شروع شده و خب این فکر نمیکنم خیلی سریع قد بده به این معاملات اخیر و حداقل شاید یه بازه یک ساله رو برای آن بلاک شدن یا آن بند شدن این حساب ها در نظر گرفت. باید رفت سراغ سرورها وی پی اس هایی که کشورهای دیگه وجود داره. اما در این بین شما میتونید از 500 پلاس یک مجموعه معتبر صرافی هست توی اروپا فعاله، از اون استفاده کنید. البته اینا هم بازم محدودیت های این تیپی دارن، یا از یوبیت استفاده کنید که همچنان باز فعلا گیری نداده به ایرانی ها. این در خصوص صرافی ها. و خب بدونید که هر لحظه میتونن اینا که از قبل گفتن که نباید کار کنید، اگر کار کنید میتونن حسابتون رو بلوک کنن. اونهایی که نگفتن میتونن در آینده اینا چندان دور به شما اعلام کنن که شما مثلا حالا بحث KYC تون باید انجام بشه، اگر از مثلا کشورهای وایت لیست من نیستی پول تو مثلا 2 هفته فرصت داری برداری، که خب به هر حال این مشکلات وجود داره متاسفانه، اما به هر حال باید از این مسیر بگذرید. در خصوص سوال دوم شما در مورد تفاوت قیمت، بله این تفاوت قیمت وجود داره و بهترین فرصت آقای مهندس برای اینکه شما اگر ارتباطهای خوبی در ترکیه دارید یا کشورهای همسایه که عراق دلار یا بله عراق امارات، که بتونید دلار تتر بیارید و همین صرافی ها بفروشید، زمانی که اینجوری متفاوت هست بتونید یه گینی بگیرید. دلار تتر اونجاها ارزان‌تر میفته و این فرصت آربیتراژی که ما بارها با هم دیگه دیدیم. اگر بخواید نزدیک این عدد تهیه بکنید، ببینید ما متاسفانه برای تهیه یک کردیت کارت، یه البته کردیت کارت که ما نمیتونیم اینجا داشته باشیم، حالا بحثای نشنالیتی این داستانا وجود داره، یه گیفت کارت، یه کارت هدیه، هزینه های تمام شده اون برای ما خیلی زیاد هست. مگر اینکه شما دوستی داشته باشید در خارج از کشور که این پول بزنه به حساب این صرافی، شما برید معادل ریالیش اینجا بدید، که میشه همین داستان کسانی که بین ایران و ترکیه حالا تو حوزه‌های مختلف دارن فعالیت میکنن، این بر دلار ریال میگیرن اون بر دلار یورو لیر تحویل میدن، اینجوری عمل شه. خب امیدوارم که تونسته باشم جواب سوال شما رو داده باشم. سوال دیگه اگر هست من میکروفون دوستان رو باز بکنم. سوال مربوط به این موضوع درسیمون تا به امروز. حالا شما که دارین فکر میکنید که حالا اگر سوالی مشکلی دارین مطرح بکنید، خدمتتون در مورد قیمت دلار بگم. ببینید
چند وقت پیش بود، جالب بود، من داشتم تو ماشین رادیو گوش میکردم، یه کارشناس بسیار، آقای عقیقی من چند دقیقه دیگه برای شما میکروفون رو باز میکنم، دوباره فقط اجازه بفرمایید من عرضم فراموش شه. بحث این بود که اگر با توجه به این بودجه مصوب مجلس که امروز رئیس جمهور هم دیدید که بحث اینو داشت که مجلس این عدد رو چند هزار میلیارد هم افزایش داده، خیلی خوشبینانه بر روزی 2.5 میلیون بشکه، فروش 2.5 میلیون بشکه نفت در سال 1400 دیده شده و جزء اولویت هایی که آقای بایدن برای امروز دیدین که همین الان هم بره تو کاخ سفید یه چند تا رو قرار امضا کنه، یکی بحث مثلا تردد کشورهای مسلمان به امریکاست، بحث پیوستن به همین انجمن محیط زیست و آب و هوای توی پاریس هست، این مواردی که ترامپ هم رو کنسل کرده، خب یه قسمت عمده‌ایشو داره ایشون میره و هم میخواد بگه که برگردیم به همون شرایط قبلی. اینها خب توی اولویتشون بحث مذاکره با ایران رو فعلا نذاشتن، حالا باید ببینیم کی اتفاق خواهد افتاد، برگشت به برجام و مذاکرات برجامی. پس تا اون چیزا برداشته نشه شاید میزان فروش 2.5 میلیون بشکه در روز یه مقدار دور از ذهن باشه، البته این انتقادیه که کارشناسا وارد کردن به بودجه سال 1400. و برای تامین این کسری بودجه باید حالا شاهد رشد یه سری قیمت‌ها باشیم از جمله دلار، پس اگر مقطعی هم میبینید که این همچین نوسانی به وجود میاد به عنوان یه فرصت میشه بهش نگاه کرد. این به عنوان نظر شخصی من و حالا اون نقل قولی از صحبت کارشناس هست، قطعا برای به عنوان یک فاینانشال ادوایز نباید در نظر بگیرید و خودتون هم باید تحلیل بکنید. جناب آقای عقیقی عذرخواهی میکنم، میکروفون شما بازه. جناب آقای عقیقی برنامه دارید؟ سلام، وقتتون بخیر دوستان عزیزم. همینطور آره آقای مهندس، چند جلسه قبل بحث در واقع نوسانگیری، یعنی از ما به تفاوت ارزایی که ارائه میشه تو صرافی های مختلف گفتید یه در واقع سودی، کسب سودی میشه گرفت. این رو توی صرافی داخلی مخصوصا تو این 4-5 تایی که تو اون تحقیقی شما اشاره کردید هم اتفاق میفته عملا یا نه، یا اینا با اون بحث کارمز بازی میکنن و نمیتونیم همچین سودی رو کسب کنیم؟ امکانش برای صرافی داخلی هست یا نه؟ سوالم اینه. بله بله سوالتون تموم شد، نکته دیگه نداریم. من میکروفون شما رو بگردم که ببندم که چیز نشه، برگشت صدا نداشته باشیم. ببینید این تو صرافی ایرانی خیلی کم اتفاق میفته و شاید بتونم بگم نادر هست، همونطوری که آقای جوادی پور اشاره کردن رو قیمت تتر، تقریبا این قیمت تتر رو شما تو اکثر صرافی ها یکسان میبینید. حتی من خاطرم هست که یه موقع که بیت خیلی اومد پایین، دلار کاغذی هم فیات هم ریخته بود اومده بود پایین، اما دلار تتر رو همچنان داشتن بالا عرضه میکردن. یه انتقادی وارد شده بود که اینها به هر حال با هم دارن یک بازاری رو مانیپولیشن میکنن، که حالا دفاعی هم داشتن در خصوص این. حتی یادم میاد که چند تا از این مدیر عاملا، اگه اون مصور پیدا کنم، نکته جالبیه حتما بذارم اینو بنویسم من برای خودم، اون مصور پیدا بکنم هم برای گروه شما بفرستم هم اضافه کنم تو اسلایدام، بحث مصاحبه مدیران صرافی ها در خصوص نوسانات USDT. بسیار عالی. متاسفانه اینجا فرصت آربیتراژ به این صورت نمیده. رو صرافی خارجی رو سایت بیست اکسچنج با هم دیدیم، فکر میکنم جلسه سوم بود یا چهارم، که شما میتونید این کار رو انجام بدید با در نظر گرفتن اینکه قیمت خرید و فروششون رو لحظه چک کنید، چون قیمت ها نوسان میکنه. فکر کنم بین 15 تا 20 دقیقه هم براتون اوردری که توی صرافی هاشون، صرافی خارجی بیست اکسچنج که گذاشتن، میتونید ذخیره نگه دارید. دوست دیگه اگر سوال داره بفرمایید که من ادامه مطلب رو شروع کنم. خب اینجا دارن دوستان تایپ میکنن، اگر سوالی هست بفرمایید، من میکروفون رو باز بکنم که شما بتونید سوالتون بپرسید.
یعنی که حالا اینجا سورس خرید کیف پول. آها ببخشید اینو من فراموش کردم سوال شما رو جواب، این تیکه رو از ذهنم رفت. ببینید برای خرید کیف پول یکی از دوستانی که تو همین گروه هم کلاس حضور داشت عرض شود که تو این حوزه فعالن، از چین هم می آوردن، از ایشون میشه استفاده کرد، آقای مروجی توی گروه میتونید پیداشون بکنید. در خصوص کیف پولای دیگه خدمتتون عرض شود که اجازه بدین من یه منبع نسبتا خوبی رو بهتون بتونم معرفی کنم، چون با یه کسی دیگه قبلا حالا من معرفی میکردم، دوستان خودشون مراجعه میکردن، با هیچ رابطه اقتصادی هم با هم دیگه نداشتیم، اما خب خیلی عقب و جلو میکرد، دوستان اذیت شده بودن یا مبالغی رو گرفته و طول کشیده بود تا کیفا رو تحویل بده، لذا اجازه بدید که من یه سورس خوب پیدا کنم حتما تو گروه میزنم براتون. خب من این استاپ کنم برم سراغ اسکرین خودم. اسکرین منو میبینید دوستان؟ یکی یه اوکی به من بده حله. بسیار خوب. ببینید از عزیزان توی گروه ما کسی هستش که با تحلیل تکنیکال آشنا باشه یا توی این چند جلسه از اون سایتی که تو اون صفحه ما توی آپارات رفته باشه حالا یه خود آشنایی کلی با تحلیل تکنیکال پیدا کرده باشه؟ کسی حضور داره اینجا، حضور ذهن داره که من یکی دو تا سوال بپرسم، یا یه آشنایی کلی داره؟ از